اول اولین باری که 6 صبح از خواب بلند شدم لعنتی ترین زندگی رو تجربه کردم، ولی ادامه دادم. حالا الان تبدیل شدم به این 150-200 نفر اول پادگان که همشون الان لیاقت پزشکی دندون دارو دارن، همشون لیاقت رتبه زیر 1000 دارن. سخته، شروع خیلی سخته. اما رفقا بیاییم سر وقت یک ماجرای خیلی خیلی مهم، یه ماجرای خیلی خیلی اساسی و مهم. اینجا باش، اینجا باش، اینجا باش، حواس شیشتونگ اینجا، این خیلی مهمه. یادمون نره که تو لحظه تغییر، در آستانه تغییر، یادمون نره یه عده خیلی کمی هن که قدرت ادامه مسیر رو دارن. اینا هم آدمایی که تغییر میکنن، یه مدل دیگه زندگی میکنن. بقیه این چی؟ این آهو میترسن و بر میگردن، چون تغییر کردن هزینه داره. چون وقتی میخوای تغییر بکنی باید بپذیری که ضعف داشتی، چون وقتی میخوای تغییر کنی باید بپذیری شکستای قبلی تو، باید بپذیری اشتباه بوده همه چیز. دانش آموزه میگه آقا من سر کلاس آقای فلانی میرم هیچی نمیفهمم. میگم خب پس دیگه سر کلاس اون نرو، من بهت میگم چجوری بخونی بیای جلو. میگه باشه ولی کلاس اونو بذاری تو برنامه ما. میگم چرا، مگه نمیگی هیچی نمیفهمی؟ میگه آره ولی پول دادم، بذار اون تو برنامه من باشه، همینجوری الکی بشینم سر کلاس. خاک بر سرت. یعنی تو قدرت پذیرش یک انتخاب اشتباهو تا اینجای کار نداری، از اینجای کار به بعدم اون قراره گم بزنه به زندگیت، ولی تو میخوای ادامه بدی. تو باید ادامه بدی. چرا؟ چون آدم ضعیفی هستی، چون تغییر کردن هزینه داره و تو آدمش نیستی، فقط حرف میزنی، حرف مفت. چون تغییر کردن یعنی پذیرش نقطه ضعف، ولی تو نمیخوای بپذیری که. یعنی چی؟ یعنی من غلط درس میخونم. آره اگه با فرایند یادگیری درس نمیخونی، پیش مطالعه دی ان اف مرور نداری، غلط داری درس میخونی. اگه آزمون دی ان نمیگیری از خودت، غلط داری درس میخونی. اگه آزمون میدی سواد نمیکنی، غلط داری درس میخونی. نمیپذیری که، نمیپذیری که. حالا آقا یه مقدار دیگه همینجوری بیایم جلو ببینیم چی میشه. آره همینجوری بیا جلو، ولی سال بعد اصلاحش کن، چون تهش چی نمیشه. نتیجه گرفتن سخته. فقط اون دسته از آدمهایی نتیجه میگیرن که میدونن از خودشون چه انتظاری دارن و پای حرفاشون وای میسن. این خیلی مهمه. و حالا روی صحبت من با اون دسته از آدم هایی که میخوان تغییر کنن، فهمیده که تا الان اوضاع افتضاح بود، افتضاح و درب و داغون بود. فهمیده تا الان راهی که میرفته به ترکستان بوده. میخوای تغییر کنی؟ یادت نره اگه تصمیم به تغییر داری، بزرگترین کار زندگی آدم ها، سختترین کار زندگی آدم ها تصمیم به تغییره. آدم هایی که میتونن یه روندی رو عوض کنن و تغییر بدن شکل و شمایل اونو، خیلی آدم های ویژه این. میدونی چرا کلاسینو کلاسینو شد؟ چون اولین بار تو کل کشور تصمیم گرفتیم تغییر بدیم سبک آموزشو، شد کلاسینو. بقیه خیلی ها رو منو میشناسم، همه تو آموزشگاهشون نشستن، تو مدارسشون نشستن، دارن اینجوری نگاه میکنن. یعنی باید سبک آموزش تغییر کنه؟ تا 50 سال دیگه هم یارو همونجا نشسته. چرا؟ چون اون قدرت تغییر نداره. اگه قدرت تغییر داری، اگه تصمیم گرفتی این آدم یه مدل دیگه زندگی بکنی و از الان به بعد میخوای حساب شده و علمی و دقیق بیای جلو، تک تک این مراحل رو باید رعایت بکنی. اولین قدمی که باید برداری و بسیار هم مهمه و اصولی ترین قدمه، هدف واقعیتو تعیین کن. تقلبی نه، آدم تقلبیه نباشه، هدف تقلبی نه. هدف تقلبی مال آدمای جوگیره. الان کلاس مشاوره تموم میشه، بوم به انرژی. آقای ذوالفقاری اومد گفت اگه از الان شروع کنی میترکونی دانشگاه تهران قبول میشه. برم شروع بکنم. به محض اینکه میره شروع بکنه، یه برنامه تلویزیون داره نشون میده، نیم ساعت اینو ببینم بعدم میرم شروع میکنم.
آخرش هم میخواد بگیره بخوابه، ساعتمو میذارم 5 صبح بیدار میشم فردا شروع میکنم، ساعتو میذاره 5 صبح اون بدبختی زنگ میزنه یا خاموش میکنه، طبق معمول 10 صبح شروع میکنه. بعد دیدیم ما یه قانون نانوشته داریم، اگه صبح بد شروع شه تا آخر شب گند میزنیم، مخصوصا دخترا، چون تقلبی داری زندگی میکنی. اولین قدم واسه اینکه اتفاق خوب برات بیفته فقط اینه، نسبت به هدفی که داری عشق داشته باشی، واقعا عاشق هدفت باش. من هر سری توی کارگام قرار میذارم چند تا از رتبه برترها رو ورداریم بیاریم، مثل امروز که قطعا نمیرسیم دوباره به تایمش، باشون که صحبت میکنی فقط یه جمله میگم، آقای ذوالفقاری من به بچه ها فقط میخوام یه جمله بگم، من عاشق دندون بودم، من عاشق دانشگاه تهران بودم، من عاشق دانشگاه امیرکبیر بودم، من عاشق مهندسی متالورژی بودم، من عاشق حقوق علامه بودم و شد. وقتی عاشق هدفت هستی از همه معضلات و مشکلات میگذری که بهش برسی. گوشی رو بر نمیداری به من بگی آقای ذوالفقاری من دو هفته است احساس میکنم یه جوری شدم. چه جوری شدی؟ نمیدونم، یه جوری شدم، احساس میکنم دیگه مثل قبل هدفمو دوست ندارم، میشه هدفمو عوض کنم؟ خاک بر سرت. دیدی هدفت تقلبی بود؟ دیدی حرف علکی زده بودی؟ دیدی فقط حرف زده بودی؟ این فقط مربوط به کنکوریا نیستا، این همه مشاغل مختلف، این همه مدل زندگی های مختلف، آدم ها همه یکسان نیستن. موفق اون کسیه که غیرت داره به هدفش، پای هدفش وای میسه، تحت هیچ شرایطی نمیذاره اتفاقهای بد بهش آسیب بزنن، یا اگرم آسیب زدن باز ادامه باز ادامه میده، صد بار میخوره زمین ولی بلند میشه ادامه میده. چرا؟ چون هدفش تقلبی نیست. اگه تصمیم داری که از الان به بعد یه مدل دیگه بیای جلو، مخصوصا بچه‌هایی که تازه اضافه شدن، یادت نره این سه تا قدمو اگر تونستی درست برداری همراه ما. یک، هدف واقعی تو مشخص کن. دو، بعد از اینکه فهمیدم چی میخوام باید بدونم چه جوری باید بهش برسم، یعنی یه برنامه ریزی علمی میخوام، نه یه حرکت تخیلی. برنامه مشاوری واسه من فرستاده بود، خیلی جذاب بود، تو 40 روز کل درسای کنکور رو بسته بود. بابا ولم کن، آدم شیاد. اینا رویا میفروشن به مردم و فقط هم آدم های به درد نخور ناموفق میفتن تو این تله. چرا؟ چون منتظرن زحمت نکشیده یه اتفاقی براشون بیفته دیگه. دوست دارن یه شبه پولدارشن، دوست دارن توی 2 ماه بشن پزشک دانشگاه تهران، دوست دارن توی 2 سال برسن به بهترین خونه زندگی. اینا فقط هستن. هدف واقعی تو انتخاب کن. یه برنامه ریزی اصولی و منطقی میخوای، اوکی اون وظیفه منه، تو باش کاری نداشته باش، بر اساس شرایطت من بهت برنامه میدم. ولی من از تو مهمتر از همه اینا فقط و فقط و فقط این گزینه رو میخوام، فقط همین، که اگر رسیدی به این نقطه، خدا میدونه که سال دیگه این موقع دانشجویی، من ازت میخوام با غیرت تلاش کنی، با چشمان بسته و گوشهای ناشنوا. نه میبینم که کیا دارن مسخرم میکنن و به هم تیکه میندازن و میگن نمیتونی، نه میشنوم اراجیفی که به هم میگن. و من افتادم توی یه مسیر، توی یه صراط مستقیم، تا تهشم میرم، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، پاش وایسادم، چون هدفمندم، چون آدم به درد بخورم. هر سال میدونی چقدر دانش آموز داریم که از اول تابستون تا این نقطه نصف نیمه و ناقص درس میخونن، ولی فقط تو پروژه ایده جدی کارو میبندن و قائل ختم میشه. و میدونی هر سال چقدر دانش آموز تو کنکور کشور وجود داره که نصف نیمه و ناقص درس خونده، ولی از الان به بعد خودشو میبازه، خداحافظی میکنه، میره کنار. یکی از بچه‌هایی که تازه میخواد شروع کنه میاد جای اونو میگیره و جای اون میره رتبه میشه. و چقدر این ماجرا تلخ و وحشتناکه، اینکه بعد از اعلام نتایج کنکور سرسری طرف بیاد صحبت کنه، بگن رتبه چند شده، مثلا بگه شده 1200،
بگن چقدر درس خونده شدی 1200؟ بگه حدود 5 ماه. تو اون لحظه دوست داری خودتو بکشی، چون همون لحظه ای که تو خدافظی کردی با کنکور سرزری و رتبه شد 80,000، اون تازه شروع کرد ولی محکم و با غیرت وایستاد و ادامه داد، ندید چه اتفاقهایی داره میفته، نشدید چیزهایی که دارن بهش میگن، و رفت و رتبه ای که تو برمی آوردی و از چنگت قاپید نوش جونش. رفیق با غیرت من، صندلی تو توی اون دانشگاهی که لیاقتشو داری صفت چسبا، میدوزنن ازت صندلی رو، میدوزنن ازت صندلی رو، کش میرن ازت صندلی رو، قفلت کنی با لغت میزنن میندازنت بیرون، خودشون میشینن جای تو. حواست به صندلیت باشه، رو صندلی تو اون دانشگاه غیرت داشته باشه، نذاری از دستش بدیا، از چنگ درش نیارن. خب آقای ذوالفقاری، من تصمیمم رو گرفتم، من میخوام از الان به بعد یه مدل دیگه شروع کنم بیام جلو، محکم محکم، متفاوت متفاوت، میخوام یه آدم دیگه باشم. این روندی که تا الان داشتم و زندگی میکردم حال خودم و همه رو به هم زده. ببین همین الان که نشستی سر کلاس من، مامان بابات کنارتن، رود میشه تو صورتشون نگاه کنی، اگه رود میشه تو صورتشون نگاه کنی دمت گرم، راهو درست اومدی، همین این راه شناخته. اما اگه سرتو نمیتونی بیاری بالا، اگه سرتو نمیتونی بیاری بالا، وای وای، بجون، به داد خودت برس، به داد خودت برس از الان به بعد. مامان بابا، اگه کسی از همین الان شروع کنه میتونه با اون چیزی که لیاقتشو داره برسه. بی خود این جملاتی که میگن وقت نیست و نمیتونیم و اینا رو گوش ندید، دارن دروغ میگن، دارن دروغ میگن. وقت هست، به اندازه کافی وقت داریم. اگه کسی برمیگرده میگه من از الان به بعد نمیتونم، نمیرسم، تایم ندارم، کارم زیاد، داره دروغ میگه، داره دروغ میگه. مطمئن باشید میتونه. آره اتفاقا بچه ها تو چطرون میگم پایه‌های دهم یازدهم، بچه دهم یازدهمی از الان باید بیاد واسه رتبه دو رقمی شدن قبول میشم یا نه، چه سوالیه دیوانه. دهم یازدهمی از الان باید بیاد خیز برداره بره رتبه شه تو کنکور سراسری. آقا من میخوام تو این زمان محدود یه نتیجه یه نامحدود بگیرم، بهم بگو چیکار کنم. دقیقا از همین الان میخوام شروع کنم بیام جلو. یک، اولی اتفاقی که باید واسه بیفته اینه، آقا جان به گذشتت یه نگاهی سری گذرا بناس. همتون الان با من هماهنگ، چقدر زمان هدر دادی تا حالا؟ خدا وکیلی حساب کن دیگه. این موبایل لعنتی، این فکر و خیال، این تلویزیون دیدن، این تیوی بوده، این تلویزیون دیدنه، و چقدر زمان برده تا حالا؟ میخوای یه حساب کتاب خیلی ساده بکنم، با سر بری تو دیوار ببینی چه فلاکتی رو تا الان با خودت خرکش کردی و بردی جلو. بیا با هم حساب کنیم. تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن. چند ماهه مهدی؟ چند ماهه؟ هشت. چند ماه؟ هشت ماه. میگیم 30 روز در هر ماه 240، 40 روزش هم در نظر نمیگیریم، 200 روز. مهدی روزی چند ساعت با موبایلت کار میکنی؟ ادمین ما تو کلاسی نو که از صبح تا شب سر کاره، چند ساعت با موبایلت برمیری؟ دو ساعت و نیم. خب برای یه کنکوری زیاده دیگه. میگیم یه کنکوری روزی 1 ساعت با موبایلش ور رفته. وای وای، تو تا الان 200 ساعت فقط برای موبایلت گذاشتی خانم یا آقای کنکوری. اگه این 200 ساعت رو از اولین روزی که از موبایل استفاده میکردی تا الان فقط اختصاص میدادی به یه درسی مثل دینی، آیا الان کمتر از 100% میزدی؟ فاجعه یعنی این. من تازه گفتم روزی 1 ساعت رو بزن تو سر خودت، تو بیشتر از 1 ساعته. من که میدونم بیشتر از 1 ساعته. ما تو سیستم پادگان ذوالفقاری 2 نفر رو آوردیم، داریم ماهی خدا تومن بهشون حقوق میدیم که فقط شب تا صبح چک کنن که آنلاینن، و قدرتی خدا روزی 10 تا 15 تا شکارم میزنیم. بدبختی یعنی همین.
بدبختی یعنی همین، یعنی من یه حرفی زدم ولی آقا حرف ولش کن تقلبیه. به مامان بابام گفتم دلشون رو خوش کنم، بابانم خوشحاله، فکر میکنه من پزشکی یا دندون و دارو قبول میشم. بدبخت نمیدونه من وقتی میرم تو اتاق با موبایلم برمیرم، من آزمونمو تحلیل نمی کنم، من تستای درسیمو روزی 200 رو نمیزنم، من جنبندی های هفتگی ندارم، من اون ورک اصلا نمیدونم چیه، من گزارش عمل کرده هفتگیمو خودم اعدادشو دستکاری میکنم. ماشاءالله دمت گرم، من کلیدای آزمونای کانونم میخرم میزنم، دمت گرم. ایول ترازوت 7000 7100 7200 آدم تقلبیه بدبخت، روز کنکور سری وقتی رتبت میاد 90000 چیکار میخوای بکنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ تو دیگه اون آدم سابق میشی؟ میتونی تو صورت پدر مادرت نگاه کنی؟ آقا مگه مهمتر از خانواده چیزی رو داریم؟ دارو ندارمون مامان بابامونه. تو بزرگترین هدیه‌ای که میتونی به اونا بدی نتیجه تو کنکورته، اگه میخوای از طریق تحصیل به جایی برسی. یه لحظه با خودت فکر کن چه حسی اونا پیدا میکنن روز اعلام نتایج. مامان تمام این مدت مهمونی نرفت، تمام این مدت فیلم ندید، تمام این مدت مسافرت نرفت، پیر شد این یک سال، اون لحظه اعلام نتیجه چه حالی پیدا میکنه؟ چه قدالش خوب میشه؟ بابات 20 سال جوون میشه. چی بالاتر از این؟ چی بالاتر از این؟ چی ارزشمندتر از این؟ چی قشنگتر از این؟ برو نگاه کن از اولین روزی که شروع کردی تو فرایندی که از اول تابستون تا الان داشتی چقدر اشتباه خوندی؟ بپذیر دیگه، بیا من میخوام درستش کنم. برو نگاه کن چقدر اشتباه زندگی کردی، این مسیر رو ادامه ندیا، این راه رو ادامه ندیا، تهش فلاکت ها، تهش عذاب وجدان ها، تهش میرسی به 40 سالگی میبینی هیچ یارو 25 سالشه از تو سرامدتر داره زندگی میکنه و تو روز به روز بدبختر میشوی. دومی اتفاقی که باید بیفته اینه اگه میخوای نتیجه بگیری باید اولویت بندی دروستو انتخاب بکنی و دقیق و حرفه‌ای و علمی باید بیاد جلو، هم مطالعهش هم جنبندیش. اون وظیفه منه، تو هیچ کاری نمیخواد بکنی ولی باید گوش بدی به حرف، که البته نمیتونی گوش ندی، گوش ندی با لغت بیرونی از سیستم پادگان. و سومین داستان مهم سوات برای هر درسه، که حالا آروم آروم متوجه میشی این داستان چیه. تو این 3 عامل رو رعایت بکن، همه چی حله، همه چی حله. وای از این پاور مهدی، ما اینو میتونیم یکم کوچیکترش بکنیم که تاریخامون هم معلوم باشه، همه چیزمون معلوم باشه. نه نه، یه هوا بزرگتر خوبه. بله بله بله، عالی شد. حالتون چطوره بچه ها؟ حالتون چطوره؟ بودو بگو ببینم اوضاع چطوره؟ بودو سر کیفی عزیز؟ خوبی؟ خیلی هم خوبی. الکی هم ادای آدم حال بدا رو در؟ نه امروز ادای آدم حال بدا رو در میار خدایی، بعد اشک در بیاد که قشنگ بفهمی یه من ماست چقدر کره داره.
باید بفهمی اگه من سویل زلفقاری الان دارم این بلا رو سرت میارم به نفته، 10 سال دیگه یه غریبه این کارو نمیکنه، 10 سال دیگه تو این اجتماع خوردت نمیکنن، تو روت وای نمیسن بگن هیچی نیستی، عذاب وجدان خفت نمیکنه، 10 سال دیگه به یک نقطه ای نمیرسی که احساس کنی یه دیوار بتونی جلوته و هر چی میری هیچ اتفاقی نمیفته. بریم بقیه داستان. خب رفقا شیش تنگ همه اینجا ببینیم داستان چیه. 1، ما از امروز به بعد 4 گروه دانش آموز توی پادگان ذوالفقاری داریم. گروه اول بچه های طرح VIP هستن که حالا خودشون میدونن کیا هستن، در موردشون هم کامل توضیح خواهیم داد. گروه دوم بچه های طرح پروفشنال هستن که من احساس میکنم امسال از تو این طرح خیلی از بچه ها دارن به سمت رتبه شدن نزدیک میشن، تعداد خیلی زیادی، یعنی بچه‌هایی که حرفه‌ای انرژی گذاشتن، حرفه‌ای کار کردن، پیگیر هم بودن، پیگیر این بودن که نتیجه بگیرن. گروه بعدی بچه‌های اسمارت، زحمتکش، پر انرژی و جدیداً هم بچه‌های TNT که دارن به جمع ما اضافه میشن که در موردش توضیح خواهیم داد که آقا اصلا داستان چیه، چی کار می‌خوایم بکنیم، چه اتفاقی می‌خواد بیفته و بر اساس همون بیایم جلو. یه اتفاق خیلی جذاب افتاده بچه‌ها، الان بگم بهتون. آفرین احسنتم. مشتاق جهانی الان هست تو چتروم؟ آره مشتبه هست بابا، دمتون گرم. عرفان حامدپور هم هست؟ عرفان حامدپور تو چترومه؟ بودو ببینم. عرفان حامدپور تو الان تو ریاضیست هر سری نفر اول میشد، دانش آموز کلاس من بود، دانش آموز کلاس من الان تازه به جمع ما اضافه شده، این سری مشتاق جهانی اومده جاشو گرفته، یعنی 2 نفر اول ریاضیست الان توی مجموعه هستن. خب این خیلی خوبه، این خیلی جذابه، رقابتو قشنگ‌تر میکنه. اینجوری که بوش میاد ما هم باید یه جایزه کله گنده بذاریم برای کسایی که رتبه میشن امسال. خب بریم جلوتر، همه شیشتونگ اینجا. آقا ما هممون میدونیم به دوره سوم جمع‌بندی داریم نزدیک میشیم و وا ویلا از این دوره، میدونیم وحشتناک مهمه، میدونیم توی این تایم اگه جمع‌بندی جانانه و سفت و محکم و قرص و درست و درمون داشته باشیم همه یه کمکاری قبلی ها رو میتونیم پوشش بدیم. چرا؟ چون یه برنامه عیدی دارم بهت میدم که خدا میدونه چقدر هیولاست. یکی اینکه مدت زمان برنامه عیدمون 10 روز بود، ما عوضش کردیم. آقا جان عید از 23/12 میخواد شروع بشه تا 23/1/1400، کردیمش 1 ماه، جمع‌بندی سوم شد 1 ماه. حله؟ سر کیفی عزیز؟ گرفتی داستان چی شد؟ خب این تو اینجای کار، پس برنامه‌مون شد 1 ماه دیگه، چیزی تحت عنوان 10 روز و این داستانا نیستش. این تو اینجا پروژه حبس آموزشی میخواد چه اتفاقی توش بیفته. اولین داستان اینه که ما باید بدونیم بچه‌ها ما الان اینجا هستیم، من در مورد این خیلی حرف دارم، ما الان اینجا هستیم، یعنی داریم خودمون رو آماده می‌کنیم برای جمع‌بندی سوم. جمع‌بندی سوم با جمع‌بندی‌های قبلی چه فرقی داره؟ همه اتفاقایی که از اول تابستون تا الان افتاده، یعنی همه درس‌ها 0 تا 100ش تو جمع‌بندی سوم می‌خواد بسته شه تو 1 ماه با یک برنامه حجمی ترکیبی وحشتناک خفن. فقط تفاوتش اینه برنامه فردی حبس آموزشی، یعنی هر دانش آموزی بر اساس شرایط خودش برنامه میگیره میاد جلو. ما این دره رو باید رد بکنیم، این دره لامصب. چرا لامصب؟ به خاطر اینکه هر سال این تجربه رو داریم، آخرین روز حبس آموزشی کل کشور، کل بچه کنکوریای ایران 20% خدافظی کردن. اگه یادت باشه تا آخر اسد و فن 50% حذف شدن، یعنی الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم نصف بچه کنکوریا از بین رفتن. حضور فیزیکی دارن ولی عملا هیچ کاربردی ندارن. توی پروژه حبس آموزشی عیدم قرار 20% به لقاء الله بپیوندن، یعنی مجموعا چقدر شد رفقا؟ 70% قرار نابود بشن. پس از کل جامعه آماری کنکور ایران روز 23 فروردین 1400 فقط 30%
یعنی فقط باید دووم بیاری، همین که دووم بیاری میای توی 2500 تای کنکور سرسری قرار میگیری. آقا خیلی حرفه ها، خیلی حرفه. همین الان که دارم با صحبت میکنم توی مدرسه خودتون چند تا از بچه ها هستن که آمار داری باشون در ارتباطی که میگن آقا بی خیال کنکور؟ همین الان تو سیستم آموزشی خودمون تو آموزشگاه این ور اون ور چند نفر رو میشناسی که میگن آقا خدافظ کنکور سرسری، ما به دردش نمیخوریم؟ پس ما الان دقیقاً فهمیدیم توی فرایند حبس آموزشی قراره چه اتفاقی بیفته. این مورد اول، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. اما بریم سر وقت قسمت بعدی. ما توی حبس آموزشی میخوایم چیکار کنیم؟ بچه من همه قسمت ها رو باید بهتون بگم، وقتمون هم خیلی کمه. تو حبس آموزشی 1400 ما میخوایم یک فرایند جمع‌بندی خفن داشته باشیم. اما قبل از هر چیز این نکته رو بهت بگم، این جلسه مقدمه‌ای بود واسه جلسه اصلی، کارگاه اصلی ما، که جمعه هفته آینده ساعت 2 قرار اون کارگاه رو داشته باشیم. فکر کنم 15 میشه، درسته متی؟ جمعه هفته آینده 15 میشه، ساعت 2 بعد از ظهر، رایگان همه کشور تو این کلاس. میخوایم بگیم اردن و روزی چه داستانایی داره و شروع پروژه TNT باشه که قشنگ بفهمید داستانمون چیه. این تا اینجای کار. اما بریم یکم جلوتر. چرا حبس آموزشی؟ اولین داستان که ما هی روی این حبس آموزشی خیلی تاکید داریم اینه که ما هممون میدونیم دانش آموزها زمانی نتیجه خوب میگیرن، یعنی این حداقل تو پادگان ذوالفقاریه دیگه تثبیت شده است، همه ایران این داستان رو فهمیدن، ما رو قشنگ به این نام میشناسن، زمانی دانش آموز نتیجه خفن میگیره که کنترل و سختگیری روش باشه، نظارت روش باشه. آقا جون چه خوشت بیاد چه بدت بیاد، 90% بچه ها، 95% بچه ها بدون اینکه بالا سرشون کنترل و سختگیری باشه هیچ کاری نمیکنن. یعنی اگه بدون 6 صبح بیدار نشه و یه جا جواب بده میخوابه، اگه بدون روز 4 تا آزمون نده کسی چیزی نمیگه آزمون نمیده، اگه بدون گزارش عملکردو کسی چک نمیکنه اصلا نمیفرسته. ولی زمانی که میدونه همه اینا هستن، به خاطر همین مجبوره که درس بخونه. توی سیستم حبس آموزشی کاری که ما میخوایم انجام بدیم دقیقاً اینه، یه فرایند صحیحو بیاریم جلو. اما چه جوری برنامه میخوایم بدیم؟ روش و تکنیک‌های خیلی خاص می‌خوایم بدیم. در کنار این برنامه درسی فردیه، باز در کنار این داستان یه نظم درست و درمون وجود داره، سختگیری وجود داره و عملاً دانش آموز بر مبنای همه اینا میرسه به اون نتیجه‌ای که لیاقتشو داره 100%. مرسی بابا. اما خب یه واقعیتی هم وجود داره. بچا شیشتونگ اینجا باشید که دقیقاً بدونید داستان چیه. دقیقاً بدونید داستان چیه. ما بزرگترین معضل و مشکلی که داریم اینه که توی دوران طلایی نوروز که مهمترین بازه جمع‌بندی ماست، برامون خیلی اهمیت داره این تایم که درست و درمون بخونیم بیایم جلو، اگه دانش آموز رو همینجوری رها کنی و هیچ کار خاصی براش انجام ندی، نظارت و پشتیبانی هم نباشه، نتیجه گیریش کمتر از 5%. و ما اینو خیلی راحت میفهمیم که تو تایم انتخاب رشته، تو تایم انتخاب رشته قشنگ متوجه این داستان میشیم. دانش آموز رو میبینیم بیس علمیش خیلی قویه، پتانسیل خیلی خوبی داره، میگم چرا رتبه شده 3000؟ تو چرا اینجوری شدی؟ تو که واقعا در حد رتبه زیر 100 میتونی بخونی. ما موقعش میگم عیدشو از دست داد. تو تایم جمع‌بندی که کل کشور حرفه‌ای 0 تا 100 میخواستن بخونن، ایشون نتونست کارو جمع بکنه بیا جلو. یک، پروژه نوروز مربوط به بچهایی نیست که تا الان درس خوندند از الان به بعد میخوان جمع بندی کنن. پروژه نوروز مربوط به دانش آموز هایی که یک، تا الان هیچی نخوندن، صفر مطلقاً، دو، ناقص و درب و داغون خوندن اومدن جلو، سه، تا الان درس خوندن نیاز به جمع بندی دارن. پس هر سه طیف رو پوشش خواهد داد. این مورد اول. اما مورد دوم، چرا شبانه روزیه؟ ما یک ما فرصت داریم تو عید و بتره کنیم. پس همه هم و غممون رو میذاریم، حالا اینکه میگیم شبانه روزی، حالا متوجه میشی در ادامه یعنی چی، که تایم خوابمون رو تنظیم کنیم، تایم خوندنمون رو تنظیم کنیم، برسیم به یک تنظیم درست و درمون و حرفه‌ای. به خاطر همین سیستم پشتیبانی نظارت ما 24 ساعت است. یعنی بچه‌ها توی این فرایند وقتی قرار گرفتن جم نمیتونن بخورن. آقا من اینم 10-20 هزار بار تکرار میکنم تا روزی که شروع بشه. اگه احساس میکنی نظم و سختگیری در تو اثری ندارد و میترسی، اصلا وارد این سیستم نشو. ببخشید، آدم به درد بخورها بیان تو این سیستم قرار بگیره. بچه‌ای که اومده نتیجه بگیره میخواد بجنگه به یه نقطه‌ای برسه. راحت بهت بگم اینکه آقا نه بهم نگو بخونم، بهم نگو آزمون بده، به من نگو تست بزن، اصلا وارد نشیا. اما
نکته خیلی مهم داستان، ما دو سه تا سورپرایز خیلی خفن داریم و ببخشید سورپرایزا رو تا 15 نخواهیم گفت سورپرایزامون چیه. دلیل عمدش هم اینه که تا یه چیزی رو میگیم آنن کپی برداری میشه، ما امسال یه ایبوک داریم که اولین نرم افزار آموزشی ایرانه که حالا میبینیش یعنی چی، و هر سال یه چیز جدید اضافه میشه بهش. دو، یه پروژه تستنی نوستراداموس داریم که اصلا نمی عمرن بگم چیه، عمرن. ولی من خودم به تنهایی خیلی بدبینانه میگم دانش آموزی که صفر مطلقه اگر بیاد تو حبس آموزشی قرار بگیره، صفر مطلق مینیمم در تخصصی‌ها به 35 و مینیمم در عمومی‌ها به 55% میرسه. حرفمو درک کردی؟ صفر مطلق. خب در مورد ایبوک و نوستراداموس خیلی صحبت داریم، حالا میگیم چی به چیه. بچه‌ها این تاریخو تو ذهنتون داشته باشید، جمعه 15 اسفند ساعت 2، هفته ی آینده ساعت 2، خفن‌ترین جلسه پادگان ذوالفقاری است و خدا کنه که من تو اون تایممو بتونم تنظیم بکنم، مطالبی که میخوام بگم و بتونم فشرده بگم و رتبه برترایی که میخوام بیاریم فرصت اینو داشته باشن که حرف بزنن. ما تا الان فکر کنم چهارمین بار شد که بچه‌ها رو دعوت میکنیم و فقط دستکون میدیم واسه شون و نمیتونیم ازشون استفاده کنیم توی کلاس. جلسه قبلی این اتفاق افتاد دوباره، اما بریم سر وقت قسمت بعدی. فرایندی که واسه بچه‌ها توی حبس اجرا میشه دقیقاً کاملا مشخصه. یک، برنامه‌ریزی درسی فردی دارن که متناسب با سطح علمی بچه هاست. بچه اینا رو من دارم تونتون میگم که فقط بدونید داستان چیه. برنامه‌مون از صفحه 1 شروع میشه. آقا یا خانومی که میگی من صفر مطلقم، در بود آقونم، هیچ کاری تا حالا نکردم، من میتونم بیام، تو باید بیای. اصلا از صفر شروع میشه. مورد بعدی این که حداقل 40% یعنی داغون ترین آدم و حداکثر 100% کل درس ها رو میبندیم میایم جلو. روش ها و نکته هایی که باید بگیم که خواله خاص اون تایم، الان در مورد چیزی نمیگیم که خدای نکرده دوباره لو بره، اتفاق خاصی بخواد بیفته. بچه ها در طول پروژه حبس آموزشی 100 تا آزمون استاندارد میگیریم، 100 تا آزمون، یعنی آزمون هایی که بچه های پروفشنال دارن میدونن چیه، تجربه کردن، مثل صبحانه، عصرانه، شبانه، دوربرگردون، آزمون نانو اضافه میشه، آزمون رویکرد داریم، آزمون عملکرد ها میاد. در کنار این داستان آزمونامون سبکشون آموزشی سنجشیه که حالا متوجه خواهید شد چیه، در موردش بعدا توضیح میدیم. لطفاً کتاب جنبندی نگیر، تست اضافه نگیر، پول کتاب نده. من گفتم یه سورپرایزی خواهم داشت به خاطر شرایط اقتصادی. ما قرار بود اینو چاپ بکنیم، بچه‌ها برن تهیه بکنن، امسال به صورت رایگان میدیم به بچه‌هامون تو حبس آموزشی که خیالشون راحت باشه، یعنی با خیال راحت برو ازش استفاده کن. بررسی سوات و تحلیل و ارزیابی 5000 تا تست توی پروژه حبس آموزشی داریم، عمرن این تعداد تا الان بررسی شده باشه، یعنی باسش ریز به ریز برنامه ریزی به سبک نانو نوشتم که تک تک فرایندهای تستی در بیاد چی از چی میسه. کنترل نظارت شبانه روزیمون که میدونیم چیه، گزارش عمل کرد و میدونیم چیه که عملا این نظارتش بسیار 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 موشکافانه خواهد بود. ارتباط مستقیم داریم با والدین که عملا بهشون میگن چه اتفاقهایی میخواد بیفته و برخورد و سختگیری هم که داریم. بچه اینا میدونید چیه دیگه؟ در مورد سختگیری ها که همه در جریان هستن. بله؟ ماشاءالله همه پیگیر پروژه حبس آموزشی بودن، یعنی مثلا 3 ماهه که بچه ها قشنگ بگیر داستانن که چی از چی نیست. بازم تکرار میکنم، اگه نمیدونی تو سیستم من چه خبره، برو از بچه ها بپرس لطفا، بچه ها دقیقا بهت میگن که تو سیستم من چه خبره. ببین اگه آدم این داستان هستی بیا، نظم و سختگیری حرف اول آخر میزنه تو سیستم من، یعنی این پروژه خیلی مهمه. اخطار، هشدار، اخراج. بریم قسمت بعدی سری. اما بچه ما یه سری چالش گذاشتیم تا شروع پروژه حبس آموزشی و TNT مون، یعنی در طول این یکی دو هفته. اولین چالش همین الان پست شده تو اینستاگرام، آخرین پست منو تو اینستاگرام برید ببینید، آدرسی هم الان میذاریم که ببینید دقیقاً چی از چی نیستش. لطفا نظر بدید، ما داریم یه سری چالش میذاریم، همه بچه‌ها باید شرکت کنن. دو سه تاشون هم که از قبل فهمیده بودن، دو سه تا از چالشامون هم که بعضیا بچه‌ها قبل فهمیده بودن خودشون شروع کردن توش دارن شرکت کردن. اولین چالش همین الان تو اینستا هستش، میتونی بفهمی چی به چی و با ما همراه باشی و بیای جلو. در مورد پادگان ذوالفقاریه
کامل کامل این متن همه جا هست، پیدا می شود، لطفا برو بخون ببین آدم این داستان هستی یا نه. ببین 2000 بار مامان باباها من مخلص شما هم، ولی اگر می بینی دانش آموز تعامل سخت گیری و داد و بیداد و نظم و نداره، نیاریش تو این سیستما، تو رو خدا نیاریدشو. آقا اگه احساس میکنی این روند به دردت میخوره بیا، اگه احساس میکنی آدم این داستان نیستی، چه میدونم شاید تو مثلا پزشکی دانشگاه تهران نمیخوای، پرستاری دانشگاه چه میدونم آزاد، حالا هر جا سیرجان مثلا، حالا همینجوری گفتم الان داستان نشه، این داستان همین برات کفایت میکنه، نه یا اینجا اذیت میشی، له و لورده میشی. اینجا بچهایی میان که صفرند، صفر مطلق هم، ولی میخوان به یه چیزی برسن، تکلیفشون با خودشون مشخصه. طرح وی آی پی رو که میشناسیم، در موردش صحبت کردیم، کاری نداریم. چرا اینجوری شد؟ چرا؟ چرا؟ اینو میزنیم که درست شد. اینم از این طرح پروفشنال هممون میدونیم چیه. من اول همین الان بهتون بگم، چون تعداد دانش آموزهایی که الان توی سیستم خیلی زیاده، اینو دارم میگم، اگه قراره حرفه‌ای و جانانه درس بخونی، برنامه فردی داشته باشی، یعنی برنامه‌ای که من بهت میدم، گزارش عمل کرده تو هر شب من چک کنم، روزانه 4 تا آزمون داشته باشی، کنترل نظارت دقیق داشته باشی، آخر هفته آزمون روی کرد بدی، گزارش عمل کرده هفتگی داشته باشی و سختی بکشی و سختی بکشی، 6 صبح بیدار باش داشته باشی، 12 شب خواب، بیا تو طرح پروفشنال. این خفن ترین طرح کنکوری از دید من و رو دست این امکان ندارد در کشور باشه. ببین خیلی ادعای بزرگی ها، امکان نداره رو دست این طرح توی کشور باشه. همین الان بچهای پروفشنالی که از اول بودن تا اینجا 600 تا آزمون رو رد کردن، که حالا الان در موردش کامل صحبت خواهیم کرد داستان چیه، اگه البته وقت داشته باشیم، که هر دانش آموزی از هر موقعی بیاد اون آزمونا دوباره واسش فرستاده میشه، روی پنلش قرار میگیره و برنامه‌شو میدیم که بدونن باید چی کار بکنن. این تا اینجوری داستان. اگه احساس میکنی آقا اون همه نظم و سختگیری اذیتت نمیکنه، بیا پروفشنال. 620 تا الان بچهای پروفشنال آزمون دادن، که حالا در ادامه متوجه میشید داستان چیه، و آزمون ها روی پنل بچه هایی هم که جدید میان توی سیستم قرار میگیره. اگه احساس میکنی آقا من اینقدر فشار نباید روم باشه، نظم و سختگیری در این حد میزنه اعصاب روان منو داغون میکنه، خیلی هم نمیخوام که مثلا انرژی بذارم واسه مثلا چه میدونم فلان رتبه و این داستانا، هم هدفم یکم کوچیکتره، یا اینکه خودم خودخوانتر هستم، دم شما گرم، خودم دارم این کارا رو انجام میدم، قطعا بهترین گزینه طرح اسمارت. من خیلی از بچه‌های پروفشنال خودم فرستادم توی طرح اسمارت و برعکسش خیلی از اسمارتیایی که واقعا توانمندیشو داشتن برداشتم آوردم توی در واقع طرح اسمش چیه پروفشنال. چی زده؟ طرح پروفشنال، نه پروفشنال. آره طرح پروفشنال، نه طرح پروفشنال. این تا اینجا. اما تو طرح اسمارت هم تا حالا 29 تا آزمون داشتیم. بریم سراغ طرح بعدی تی ان تی. بچه‌هایی که میخوان بیان تو تی ان تی، شیشتونگ اینجا باش. ببین اصلا تی ان تی چیه؟ همه اینجا. تی ان تی یک، اولین داستان مهمی که داره میفته اینه. ما یه طرح جدید گذاشتیم به نام تی ان تی برای بچه‌هایی که شرایط ثبت نام پروفشنال رو ندارن، شرایط ثبت نام اسمارت رو ندارن. قبل اینا مال وی ای پی، حالا اون خیلی لوکس تره، در مورد سیاست صحبت نمی‌کنیم. و برای بچه های تهرانه بیشتر، چون مشاوره حضوری داره. و این دانش آموز ها عقب افتادن، کاری نکردن، از صفر مطلق میخوان شروع بکنن، نمیتونن هم تو اون دوتا طرح دیگه شرکت بکنن. طرح تی ان تی قطعا طرح خیلی خوبیه. یک، ما یک سری کارگاه خاص داریم تو تی ان تی که تو این کارگاه ها تمام تکنیک و روش ها و راهکارهای میانبر و همه چیزو میگیم، یعنی فرایند مهندسی معکوس رو داریم توش اجرا میکنیم. دو، برنامه‌ریزی درسی داریم. من به تو یاد میدم که برنامه رو چجوری منحصر به فرد کنی، برنامه میدم که برنامه من بر مبنای این موضوعاته. اگه نکته تست ثبت نام کردی نکته تست، اگه ثبت نام نکردی برنامه 120 رو میاریم جلو، اگه برای امتحان نهایی هم واسه مهمه که یه اتفاقی برات بیفته، اونا رو هم در قالب برنامه قرار میدیم. پس برنامه ای که ارائه میشه برنامه ای که این کلیت ها توش قرار میگیره، آموزشم بهت میدم چه جوری شخصی سازیش بکنی خیلی راحت، که بر مبنای همون بتونی تیکه تیکه بیای جلو. این تا اینجای کار. پشتیبانی و نظارت کامل اجرا میشود، یعنی زمان بندیاش مشخصه، تایم تماس گرفته، همه چی کامل مشخصه. مورد بعدی آزمون داره. 100 تا آزمون به صورت آزمون استاندارد کنکوروار که توی پروژه هستش، این که هیچ، اینو داریم که کارمون رو انجام میدیم. جدای از این داستان و این فرایند،
آزمون هامون یک فرایند خاصی داره، مثل آزمون صبحانه که 6 رو به صبح گرفته میشه، مثل آزمون در واقع نانو که آزمون جمع‌بندی های کانالیه، همه اینا توی این فرایند هست. ولی باز هم دارم میگم اگر میتوانی و میخواهی نتیجه بگیری، پروفشنال بهترین گزینه است. اگر میبینی بنا به دلایلی نمیتونی پروفشنال باشی، اسمارت بهترین گزینه است. اگر میبینی توانمندی هیچ کدوم از اینا رو نداری ولی میخوای بهتر کنی بیای جلو، TNT بهترین گزینه است. قاعدتا کاملا مشخصه که خفن ترین طرحمون به خاطر اینکه کاملا بچه با خود من در ارتباطه، طرح پروفشناله. بعد از اون اسمارت و طرح TNT که بیشتر طرح جامع است، یعنی طرح کلی ما هستش. این تا اینجا. یه کانال هم داریم برای اطلاع رسانی و بقیه اتفاقهایی که داره میفته و دقیقاً تک تک ماجراهایی که باید بر مبنای اونا بیای جلو. بازم دارم میگم یه موقع دانش آموزه میاد میگه آقا من نکته و تست نوشتم، برنامه 120 روزه ام، میخوام که به کنکور برسم، در کنارش معدلم برام مهمه. همه اینا با هم فرایند میشود و برنامه داده میشه. حالا تا اینجا رفقا، اتمام حجت برای بچهای خودمون، اما یه سورپرایز خفن برای بچهای خودمون دارم، برای بچهای پروفشنال و اسمارتی که تا الان بوده. همه دانش آموزا دانش آموزا خودمون هن، ولی حالا این یکم سورپرایز تره. خیلی از بچه‌ها عقب افتادگی درسی دارن، خیلی از بچه‌ها آفلاین دارن، معلمات تونتون فوق‌العاده گذاشتن، اعصاب روان بچه‌ها به هم ریخته، میگن آقا با اینا باید چیکار کنیم؟ هیچی نمیگی، هیچی هم در موردش نمیپرسی. هفته دیگه 15 ساعت 2 میای توی کلاس، یه اتفاق وحشتناک خفن داره میفته برای جبران همه عقب افتادگی ها قبل از شروع حبس آموزشی. جبران همه عقب افتادگی ها قبل از شروع حبس آموزشی. این هم که تو چت روم پرسیدی چی هست، به شما ربطی نداره، تا دقیقاً سورپرایز همون روز بگیم چیه. بچه ها پست چالشمون هم الان قرار گرفته توی اینستا، میتونید برید ببینید ببینید چه خبره. اما کجاست؟ اینجا تمام آدرس های ما کاملا هست که شما بفهمید باید چی کار کنید. خب چقدر وقت داریم اتی؟ واه چقدر خفن. بچه ها چه خبر؟ همه چی ردیفه؟ روبراه؟ بله، پروفشنال شامل همه این موارد میشود، بعضی چیزها هم اضافه داره پروفشنال. همه چی ردیفه؟ بله 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 بله. من یه موضوعی هم در مورد اردو نوروزی بگم، چون عملا فکر میکنم دیگه پر مخاطب ترین فرایند اردوهای نوروزی و حبس آموزشی کشور رو داشتم تا الان. این موضوعی که دارم میگم خیلی مهمه، خوب گوش بده. هیچ جوازی تا امروز برای هیچ اردوی حضوری در هیچ جای ایران صادر نشده است و نمیشود. یعنی نه آموزش پرورش این کارو میکنه، نه وزارت بهداشت اجازه میده. حکم پلمب میاد، یعنی اگه جایی الان جواز اردو بگیره، اینا اصلا جواز که نمیدن، ولی اگه کسی اردو بذاره، اردو حضوری، اتفاقی که میفته اینه که میان میریزن اونجا، بچه ها رو میریزن بیرون، اونجا پلمپ میشود. و الان من یه چیزی جدید شنیدم، انگار وزارت بهداشت گفته نمیدونم حبس میخواد بذاره واسه کسی که اگه اردو بذاره از این داستانه. یعنی اصلا خیلی اوضاع کرونا وخیمه. وگرنه من تا لحظه آخر گوش بزنگم که اگر اتفاقی افتاد که توانستیم حضوری اردو رو برگزار کنیم، من این کارو خواهم کرد مثل هر سال. جاشم من آماده دارم، یعنی جاشم الان آماده است. یعنی دو تا فضای خیلی خفن، سویت آماده، سالن مطالعه آماده، آمفی‌تئاتر آماده، همه اینا طرف قرارداد من هستن. اینا مثل هر سال آماده ی آماده است، بچه‌ها میتونن برن اونجا کیف بکنن. بچه‌هایی که بودن سالهای قبل در مورد پروژه کردان میدونن چه خبر، اردوگاه کردان الان داریم، ولی جواز برگزاری نمیدهن. یعنی هر کس برگزار بکند خلاف قانونه. یعنی مثلا الان روز دوم عیده، تو نشستی داری درستو میخونی توی مثلا اردوی نوروزی که داری، میریزن تو، شما رو میریزن بیرون، روز دوم عید دستت به هیچ جا بند نیست، حالا باید بشینی که ماشین پیدا کنی برگردی شهرتون. انقدر همه چیز رو حواست و کرونا رو شدید جدی بگیرید، خیلی شدید. من قبل از اینکه شرایط درسی تو و نتیجه گیری تو و رفتنت به دانشگاه برام مهم باشه، سلامتیت باسم مهمه. رفیق، باید زنده بمونی که بری یه دانشگاه خوب درس بخونی، خیلی حواست جمع باشه. الانم که دوباره داریم به پیکش نزدیک میشیم و تعداد بچه های خودمون هم که گرفتن خیلی زیاده. یعنی من از دانش آموزا دارم آمار میگیرم، تقریبا دیگه از هر 5 نفری 2 نفر گرفتن. دوباره جدیدن داره وحشتناک میشه. خوزستان که افتضاح، شهرهای شمالی که درب و داغون، الان 6 7 شهر دیگه هم داره اضافه میشه. تو رو خدا مراقب باشید. اگه تو شهرتون قاچاقی کتابخونه ای بازه، اگه پانسیونی بازه، بچه‌ها مراقب باشید.
مراقب باشید. اتفاقی که الان داره میفته از سال قبل وحشتناکتره، خیلی وحشتناکتره. مراقب باشید، حواستون جمع همه این داستانا باشه. هر موقع هر اتفاقی در راستای حبس آموزشی بیفتد کامل توضیح میدیم، گرچه که هفته آینده 15 ساعت 2 قرار کامل ریز به ریز من ماجرا رو واسهتون شرح بدم، بگم داستان چیه. یعنی انقدر دقیق براتون میگم که میترکونی. رونمایی از ایبوکمون هم هست، یعنی به دوست و رفیق و در و همسایه و آشنا به همه بگو حضور داشته باشن، چون خیلی جلسه خفن ترین جلسه یه پادگان ذوالفقاریه قطعا جلسه 15 یعنی هفته آینده ساعت 2 انشالله که این جلسه جلسه درست و درمون و ایدئال و خوبی بوده باشه. این میشه آسروش و انشالله که در ادامه این مسیر کلی اتفاقهای خفنتر هم برامون میفته. این که الان کجای کاری مهم نیست، این که تا الان چی کار کردی مهم نیست، به خدا از الان به بعد مهمه. بچسب به زندگی درست و درمون، از فضای گذشته فرار کن، قطعا اتفاقای خوبی قراره واسهت بیفته. فقط با غیرت بیا جلو و یادت نره پادگان ذوالفقاریه جای هر کسی نیست. خیلی مخلص.